سلام، اکانت یا محیط کاربری چیه و چه کار میکنه؟ چرا باید لاگین باشید؟ روی هر سرویس یا وبسایت یا اپلیکیشنی برای استفاده و سرویس گرفتن شما رو مجبور میکنه که رجیستر بکنید و لاگین باشید. لزوم استفاده از محیط کاربری توی سایت های مختلف چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ یا حتی واسه یه سرچ ساده روی گوگل چرا به شما پیشنهاد میشه که لاگین باشید؟ برای پی بردن به همه این سوال ها بهتون پیشنهاد بکنم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. تلاش میکنم به صورت هفتگی ویدیوهایی در مورد کامپیوتر، تکنولوژی، وب و شبکه که تخصصم هستش منتشر بکنم. ازتون میخوام که چنل من رو حمایت بکنید. اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد ویدیوهای من رو لایک بکنید، چون اینجوری ویدیوهای من بیشتر ساجست میشه. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید. اما قبل از همه اینها باید لاگین باشید. آره، باید لاگین باشید. حتی برای یه لایک ساده توی یوتیوب باید با گوگل اکانت خودتون لاگین باشید. برای اینکه ویدیویی که از نظر شما جذاب به نظر رسیده و بتونید اون ویدیو رو لایک بکنید یا یه چنلی رو سابسکرایب بشید، حتما باید به واسطه گوگل اکانتتون لاگین کرده باشید. اگه تا امروز گوگل اکانت ندارید، این دیگه خیلی بده. حتما یه دونه گوگل اکانت بسازید. اما چرا سایت ها و اپلیکیشن های مختلف اصرار دارن که کاربرهاشون رجیستر بکنن و لاگین بکنن؟ صرفا به خاطر اینکه تشخیص بدن که چه کسی فلان سایت رو لایک کرده یا یک محتوا رو دوباره لایک نکنه؟ نه، موضوع خیلی جدی تر از این حرف هست. سایت هایی که محصولی میفروشن مثل آمازون یا خدماتی ارائه میکنن مثل نتفلیکس یا اسپاتیفای، وقتی شما لاگین میکنید دو تا کار عمده انجام میدن. به واسطه لاگین شدن کاربرها دو تا کار خیلی عمده انجام میدن. اول، یکی اینکه اطلاعات پایه کاربرها رو توی دیتابیسشون ذخیره میکنن. این اطلاعات پایه مثل چیا هستش؟ به عنوان مثال، من اسمم مسعوده، رده سنین بین 25 تا 35 سال هستش، جنسیتم چی هستش و در واقع شغلم مثلا چی هستش. این اطلاعات رو توی دیتابیس خودشون کالکت میکنن. و کار دومی که انجام میدن وقتی که من لاگین کردم و تو سایت آمازون شروع به جستجو میکنم یا محصولات مختلف رو نگاه میکنم یا محصولات مختلف رو با همدیگه مقایسه میکنم، آمازون من رو رفتارشناسی میکنه، اینکه به چه کاتگوری از محصولات علاقه دارم، اینا رو توی دیتابیس خودش قرار میده. بعد از مدتی وقتی من وارد سایت آمازون میشم، میبینم که ریکامندیشن های خود آمازون به من چه چیزهایی هستش، چیزهایی هستش که من قبلا از اون کاتگوری ممکنه محصول دیگری رو نگاه کرده باشم. به این واسطه هم فروش خودشون رو بهبود میدن، همین که من کار من رو راحت تر میکنن برای اینکه بتونم محصولاتی که میخوام رو راحت تر توی در واقع سایت آمازون پیدا بکنم. حالا اینو میتونم روی لپتاپ بهتون نشون بدم، هم بحث محصولش بشه صورت هستش، هم بحث خدماتش بشه صورت هستش. با من همراه باشید. خب بچه‌ها، همونطور که میبینید من وارد گوگل کروم میشم، میخوام سایت آمازون رو باز بکنم. همونطوری که میبینید من اینجا لاگین کردم قبلا. البته لیست محصولاتی هستش که داره به من نشون میده، ردیف بالا محصولاتی هستن که من قبلا دیدم، همونجوری که نوشته میگه آیتمی که قبلا شما دیدید، من اسپکش رو خوندم. تو ردیف پایین محصولاتی داره به من ریکامند میکنه، در واقع الگوهایی هستش که از اون کاتگوری که من محصولات رو میدیدم به من داره ریکامند میکنه. و این قسمت هم در واقع اصلا یه دونه ریکامندیشن فور یو داره. این رو هم میزنم ببینیم که چه ریکامند هایی برای من داره نسبت به محصولاتی که من قبلا توی سایت آمازون دیدم. باز دوباره میبینید مثلا من چون کیبورد مثلا لاجیکرافت لاجیتک رو دیدم، الان مثلا داره هارد کیسش رو به من ریکامند میکنه. یا
یا چون مثلا دوربین کنون دیدم لنزش رو به من ریکامند میکنه، یا مثلا میکروفون های رود رو و هر مدل اکسسوری که به محصولاتی که من قبلا دیدم داره اینجا به من ریکامند. حالا بریم سراغ یه اپلیکیشن. برم سراغ اسپاتیفای. اسپاتیفای یک در واقع نرم افزار سرویس موزیک آنلاین هستش. من اینجا پلیلیست خودم رو دارم، این پلیلیست من هستش. الان ببینید وقتی پلیلیست تمام میشه یه سری ریکامندد سانگ داره به من میده نسبت به اون در واقع اکانتی که من باهاش لاگین انجام دادم. ببینید که در واقع داره یک سری به من آهنگ در واقع به من پیشنهاد میکنه. این آهنگ ها از همون ژانرهایی هستش که من توش موزیک گوش کردم. حالا مثلا میتونیم بریم سراغ مثلا یه پلیلیست دیگه. این پلیلیست ریدینگ من هست، موقعی که کتاب میخوام بخونم این پلیلیست رو پلی میکنم. میبینید وقتی پلیلیست تمام میشه دوباره یه سری آهنگ داره به من پیشنهاد میکنه. خب از اینجا خارج شیم. اما بریم سراغ این که ببینیم پلتفرم های مختلف چه کاری انجام دادن تا کاربرها برای استفاده از سرویس ها راحت تر باشن، البته به واسطه اون اکانتی که روی اون پلتفرم ازش استفاده میکنن. به عنوان مثال کمپانی اپل، مایکروسافت و گوگل که سیستم عامل خودشون رو ارائه میکنن از کاربرها خواستن که روی سیستم عامل لاگین بکنن. به واسطه اینکه کاربرها روی سیستم عامل لاگین میکنن خیلی کارشون راحت تر میشه، چون تمام سرویس هایی که اون پلتفرم بهشون میده ساینین میشه و دیگه لازم نیست روی هر اپلیکیشن به صورت جداگونه بیان لاگین انجام بدن. مثلا به عنوان مثال وقتی شما روی سیستم عامل اندروید گوشی خودتون لاگین میکنید دیگه لازم نیستش که هر سرویسی که گوگل روی اندروید داره ارائه میکنه رو لاگین بکنید. سرویس هایی که گوگل روی اندروید ارائه میکنه گوگل کروم هستش، گوگل مپ هستش، یوتیوب هستش، گوگل استور، ولی نیاز نیستش که تک تک شما روی این سرویس ها لاگین انجام بدید. یا مثلا روی سیستم عامل مایکروسافت به واسطه که شما با مایکروسافت اکانتتون لاگین میکنید دیگه لازم نیستش که توی مثلا استور مایکروسافت دوباره لاگین بشید، یا وقتی از سرویس مایکروسافت اج استفاده میکنید روی اون دوباره لاگین بشید تا دوباره بتونید فیوریت هایی که روی اج در واقع سایت هایی که روی اج فیوریت کردید رو استفاده کنید. برای همین میخوام ازتون که بریم روی ویندوز اینا رو بهتون نشون بدم. خب دوستان من وارد ستینگ ویندوز میشم برای اینکه قسمت اکانت بهتون نشون بدم که من با مایکروسافت اکانتم لاگین کردم. دقیقا همین قسمتی که میبینید یه دونه آدرس ایمیل هات میل هست. حالا من اینجا وارد استور مایکروسافت شدم، همونطوری که میبینید با همون اکانت برای من لاگین کرده که من قبلا اونجا لاگین نکرده بودم. تو قسمت گوگل کروم هم به همین صورت من روی گوگل کروم هم با گوگل اکانتم لاگین شدم. حالا هر سرویسی رو که باز میکنم همونطوری که میبینی با گوگل اکانت من لاگین شده و من دیگه اینجا دوباره لاگین نکردم. اینجا چنل من هستش که آدرس گوگلی که بالاش دارید میبینید دقیقاً آدرس گوگل اکانت من هستش و میتونم اینجا دوباره مثلا سرویس جیمیل رو هم براتون باز کنم که ببینید. ببینید من از من دیگه یوزر پسورد نمیپرسه. این دقیقا اون سینگل ساینینی هستش که من بهتون توضیحش رو دادم. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. فکر میکنم دیگه همه اون چیزایی که من میگفتم رو گفتم. ازتون میخوام که چنل من رو حمایت بکنید با لایک کردن، چون دوباره میگم لایک های شما باعث میشه که ویدیوهای من بیشتر ساجست میشه. به عنوان
کسی که محتوا تولید میکنه به حمایت شما خیلی احتیاج دارم. مرسی که چنل من رو سابسکرایب میکنید. زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید.